در این دقایق پایانی برنامه چند پیام فیسبوکی و ایمیل شما عزیزان به برنامه خیابان زندگی که امشب با پیام بهنام ز در مورد ستار بهشتی وبلاگ نویسی که بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت‌صحرای تهران در 13 آبان ماه 1390 پس از 4-5 روز بازداشت در مکان نامعلومی کشته شد آغاز می‌کنیم. بهنام نوشته است برنامه تلفنی و مستقیم برای مادر ستار بهشتی و خواسته ایشون که قصاص قاتل نست تهیه کنید و سؤالی که برای من زمانی که فیلم مراسم 40 ستار را می دیدم پیش آمده بود را با خودتون فعالین حقوق بشر و مردم در میون بگذارید که گذشت کردن از جنایات و هر بار توقف قصاص جانیان آیا اونها رو جسورتر نکرده؟ چرا فعالین حقوق بشر از کوچکترین ظرفیت همین قوانین بربریت نمیخواهند استفاده کنند؟ جانیان و متهمین این قتل با کمال وقاحت نزد مادر ستار رفتند و از او خواستند که کاغذی رو برای رضایت دادن امضا کنه. این یعنی بدترین فاجعه ممکن. در چشم آنها شرم نیست و در چشم ما باید ترس و صبر کردن باشه که کی نوبت خودمون میرسه؟ حبیبه نوشته بله حبیبه در مورد موضوع تجاوز جنسی که هفته گذشته در برنامه داشتیم نظرش رو گفته. حبیبه نوشته قبلا فکر میکردم فقط این منم که مورد آزار جنسی قرار گرفتم، اونم به خاطر بی دست و پایی مادرم، اما حالا میبینم خیلی ها مثل من هستن، خیلی دردآوره. و این بخش رو با مطلب خانم سیمین دانشور به پایان میرسونیم که خانم الهه الف برامون فرستادن. خانم دانشور گفته است من زنم و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو. دردآور است که من آزاد نباشم تا تو به گناه نیفتی. قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشم هایت میآیند. تأسف بار است که باید لباس هایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم. بله، با تشکر از خانم الهه، از شما همراهان برنامه خیابان زندگی کمال تشکر رو دارم. زمان به بنده اجازه نمیده تا نام و پیام تک تک شما رو بخونم، از این بابت متاسف هستم، اما بدونید که این برنامه تمام سعیش پرداختن به موضوعاتی است که مورد نظر شما عزیزان هست. پس پیشنهادات و انتقادات و نظراتتون رو با ما روی صفحه فیسبوک خیابان زندگی یا ایمیل برنامه در میون بگذارید. قسمت های مختلف برنامه رو هر هفته پس از پخش مستقیم میتونید بر روی فیسبوک خیابان زندگی و یوتیوب هم ببینید. هر جا هستید شاد باشید و تندرست. خنده بر مشکلات یادتون نره عزیزان. تا درودی دیگر بار به همه شما بینندگان پروپا قرص برنامه خیابان زندگی.